سشنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان دوازده همین سشنبه موضوع مورد بحث بخشش پیش از مرگ خودت را ببخش سپس دیگران را هم جلسه دوازدهم چند روز بعد از مصاحبه تلویزیونی نایت لاین برگزار شد اون روز آسمون گرفته و بارونی بود موری زیر پتو فرو رفته بود من در انتهای ترین نقطه صندلی اون نشستم و پاهای برهنه بیهس و در هم مچاله شده اون رو بین دستام گرفتم ناخونهای پاهای موری زرد رنگ شده بودند. من مقداری از محلول درون شیشه کوچک لوسیون رو کف دستام ریختم و شروع کردم به ماساژ دادن قوزک پاهای موری ماساژ دادن یکی دیگه از اون کارهایی بود که من ماهها شاهد انجام دادن اون توسط پرستارهای موری بودم همه تلاش همین این بود که هر کاری از دستم برمیاد در حق موری انجام بدم به همین خاطر داوطلب شدم که ماساژ رو من انجام بدم. بیماری همه چیز رو از موری گرفته بود. حتی توان انجام کوچکترین حرکت در انگشتان پاهاش رو. اما هنوز درد رو احساس می کرد و ماساژ تنها کاری بود که دردش رو تسکین میداد داد. بگذاریم که موری به شدت عاشق آغوش و لمس بود در اون زمان من هر کاری که موجبات شادی موری رو فراهم می کرد انجام می دادم. موری به مبحث بخشش برگشت و گفت میچ هیچ دلیلی نداره انتقام یا تعصب رو ادامه بدیم. این چیزا موری آهی کشید. من به خاطر این چیزا کلی توی زندگیم افسوس خوردم. غرور، خودبینی، چرا ما کارایی که انجام میدیم رو انجام میدیم؟ سوال من در رابطه با اهمیت بخشش بود. من فیلم های از این دست زیاد دیده بودم که پدر خانواده در بستر مرگ پسر مترودش رو به بالین خودش فرا خونه تا پیش از مرگ به آرامش برسه. اما نمیدونستم که آیا در درون مری هم شبه چنین مسائلی وجود داره یا نه. اطلاع نداشتم که مری نیاز مبرمی برای ادای جمله من متاسفم پیش از مرگ داره یا نه حرکت سر اونم ما حاکی از تایید مطلب بود موری سرش رو به طرف مجسمه ای که روی قفسه ای در مقابل دیوار انتهای دفتر کارش قرار داشت برگردوند او مجسمه رو دیدی؟ من به هیچ وجه متوجه اونم نشده بودم حتی. اون مجسمه نیمتنه برونزی مردی چهل ساله بود. مردی چهل ساله با کراوات و دست موی افشان روی پیشونیش. موری گفت اون نیمتنه منه میچ یکی از دوستانمون رو ساخت حدود سی سال پیش. اسمش نورمن بود ما رفیق گرما به گلستان بودیم. وقتای زیادی با هم بودیم. شنا می رفتیم تا نیویورک رانندگی می کردیم. نورمن طبقه بالای خونش رو در کمبریج به من داد و خودش در زیر زمین این نیم تنه رو تراشید. هفته ها وقت صرفش کرد. واقعا که میخواست حرف نداشته باشه. صورت مجسمه رو با دقت از نظر گذروندم. مشاهده موری سبودی تا اون اندازه سالم و جوون که داشت از اون بالا ما رو موقعی صحبت کردن نگاه میکرد حیرت انگیز بود. نگاه موری حتی تو مجسمه برونزی هم پر رمز و راز بود و من داشتم به این موضوع فکر می کردم که دوست موری احتمالا مختصر روحی هم در مجسمه دمیده و حالا قسمت قمنگیز داستان نورمن به اتفاق همسرش به شیکاگو نقل مکان کرد کمی بعد همسرم شارلوت ناچار شد که عمل جراحی زیبایی مهمی انجام بده. نورمن و همسرش دیگه هیچ وقت با ما ارتباط برقرار نکردن. من می دونستم که اونا از عمل جراحی شارلوت خبر داشتن. شارلوت و من خیلی ناراحت شدیم چون اونا برای دیدن تغییرات شارلوت بعد از عمل جراحی حتی تماس هم با ما نگرفتن. بنابراین ما هم ارتباطمون رو قطع کردیم. بعد از گذشت سالها من چندین بار نورمن رو دیدم اون همیشه اصرار داشت که دوباره دوستیمون رو از سر بگیریم اما من قبول نکردم نورمن دلیل انجام کارش رو برای من گفت اما توجیه اون من رو راضی نمی کرد. من مغرور بودم و به اون بیعتنائی کردم موری با لکنت ادامه داد میچ چند سال پیش اون در اثر سر سرطان از دنیا رفت من خیلی غمگین شدم هرگز نتونستم اون رو ببینم هرگز نتونستم اون رو ببخشم و حالا این من رو خیلی آزار میده اون دوباره گریه کرد گریه ای آروم و نرم و از اونجایی که سرش به سمت عقب مایل شده بود اشکاش قل میخوردن و پیش از اون که به لبهاش برسن روی گونه هاش میغلطیدن من گفتم متاسفم ماری نه این حرفو نزن اینا اشک خوشحالی هن. من همچنان محلول رو, رو روی انگشتای آری از حیات موری می کشیدم. اون چند دقیقه در تنهایی خودش با خاطراتش گریست. بعد زیر لب گفت. نیاز ما تنها نیست که دیگران رو ببخشیم میچ لازمه خودمون رو هم ببخشیم خودمون رو آره برای همه چیزایی که انجام ندادیم به خاطر همه چیزایی که باید انجام میدادیم تو نباید حسرت گذشته رو بخوری حسرت چیزایی که باید اتفاق میافتاده و نیافتاده وقتی به این جایی میرسی که من رسیدم به این سن و سال و این وضعیت جسمانی دیگه حسرت خوردن هیچ کمکی به تو نمیکنه. میچ آرزوی همیشگی من این بود که در زمینه شغلیم فعالتر باشم کتابای بیشتری بنویسم و به این خاطر همیشه توی سر خودم میزدم. حالا متوجه اشتباهم شدم میچ صلح و آرامش برقرار کن لازمه که با خودمون و اطرافیانمون در آرامش به سر ببریم. بالای سر موری خم شدم و با دستمالی آروم اشکاش رو پاک کردم. موری چندین بار چشماش رو باز و بسته کرد. صدای تنفسش مثل یک خور رو آروم به گوش می رسید. خودتو ببخش. دیگران رو ببخش. این کار رو به تعویق ننداز. همه این فرصتی رو که من پیدا کردم پیدا نمی کنن. همه تا این حد خوششانس نیستن. دستمال رو انداختم توی سطل آشغال و دوباره سراغ پاهای موری برگشتم. خوششانس. انگشت شستم رو روی گوشت سفت و سخت موری فشار دادم. اون اما حتی اون رو احساس هم نکرد. کشش دو قطب متضاد میچ اون رو یادت هست؟ کشیده شدن اشیا در جهات متفاوت آره یادم من به خاطر برخورداری از مدت زمانی که هر لحظه داره بر من تنگ میشه ماتم گرفتم اما فرصتی رو که در راستای ساماندهی به مسائلم به من رو کرده ستایش میکنم لحظه های رو با آرامش سپری کردیم بارون با سر و صدای زیادی به شیشه پنجره میخورد. گیاه گرم سیری هیبیسکس استاد پشت سر اون هنوز سرپا بود. کوچک اما محکم. میچ بله بگوشم. من انگشتان پاهای اون رو بین انگشتای دستم چرخوندم. انگشتای از کار افتاده اون رو. به من نگاه کن میچ. به سرعت سرم رو بالا آوردم یک آن متوجه نگاه پر احساس و عمیق موری به خودم شدم من نمیدونم که تو چرا پیش من برگشتی اما میخوام این رو بگم که میخوام این رو بگم که اگه من پسر دیگه ای داشتم دلم میخواست که اون مثل تو باشه نگاهم رو از چشمهای موری گرفتم گوشت بیجون پاهاش رو بین انگشتای دستم به شدت فشار دادم. لحظه ای ترس تمام وجودم رو گرفت. انگار پذیرش این جمله های موری به نحوی خیانت در حق پدر اصلی خودم به شمار می اومد. اما موقعی که دوباره سرم رو بالا آوردم موری رو دیدم که بین سیل عشق ها لبخندی به لب داشت. بنابراین متوجه شدم که تو اون لحظه ها خیانت نمیتونست هیچ گونه وجود خارجی داشته باشه همه حراس من از به زبون آوردن واژه خداحافظ بود من محل دفنم رو انتخاب کردم کجاست؟ از اینجا زیاد دور نیست روی یه تپه پوشیده از درخت مشرف به دریاچه یه جای خیلی آروم و ساکت مناسب برای تفکر میخوای <تصفح> بر اونجا فکر کنی؟ نه میخوام برم اونجا بمیرم تو برای دیدنم میای؟ دیدنت؟ آره فقط بیا و حرف بزن روزای سهشنبه بیا تو همیشه شنبه ها اومدی م. ما ای ها هستیم حق با تو ای ها پس برای گفتگو با من میای دیگه روند ضعف جسمانی اون سرعت سرساموری پیدا کرده به من نگاه کن میچ نگاهش میکنم وقتی من مردم برای مطرح کردن مسائلت بازم پیش من میای مسائلم آره خب اگه من بیام تو میتونی به من جواب بدی؟ من هر چی که در چنده دارم برات رو میکنم مگه همیشه اینطور نبودن؟ محل دفن اون رو در ذهنم تصور میکنم بالای تپهی مشرف به دریاچه اون رو درون قطع زمین کوچیکی به عمق نه پا قرار میدن بعد با خاک میپوشوننش و سنگ قبری روی خاک ها میذارن یعنی تا چند هفته دیگه یعنی تا چند روز دیگه خودم رو میبینم که با دست های بین زانوهام روی تپه نشستم و به فضا خیره شدم میگم با این سشنبه ها فرق میکنه من دیگه قادر به شنیدن حرفای تو نیستم آه تو فقط حرف بزن بر من موری چشماش رو روی هم میذاره و لبخند میزنه هر چی که میخوای بگو میچ بعد از مرگ من دیگه تو حرف میزنی و من گوش میکنم